با درود آقای زمانی عزیز، مهدی جان تشکر از شما که میپردازی به موضوع با اهمیت. بسیار متشکرم آقای وسالو. میدونم شما عازم اتاق جراحی هستید و پروسه درمانی شما هم استمرار دارد. تصاویر رو هم که همکارانم پخش کردن و مجددا هم پخش خواهیم کرد در طول این گفتگو کوتاه با شما، نشون میده که آسیبی که روی پیشانی شما قرار گرفته چیزی مثل گاز خردل یا دیگر گازهای شیمیایی است که توی سوریه مورد استفاده قرار میگیره. میتونم بپرسم حادثه کجا اتفاق افتاد؟ میدونم FBI ممنوع کرده پرداختن به ریز ماجرا رو به دلیل عدم دستگیری عوامل یا عامل یا عوامل این اقدام تروریستی، ولی مشخصا میخوام اون بخش رو که FBI به شما اجازه داده با رسانه ها مطرح کنید، مانند عکسایی که هم اکنون از شما پخش کردیم، این رو با ما و بینندگانمون در میون بگذارید. با تشکر از توجه تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه های آزادی خواه و دموکراسی خواه، جناب آقا زمانی، من روز اول ماه می از طرف تلویزیون ایران انترناشنال دعوت شدم برای یک مصاحبه تلویزیونی در دفتری که در شهر نیویورک دارن، که آدرس اون رو هم با مسیج به اصطلاح همین تلفن آیفون یا آی مسیج برای من سند کردن، فرستادن و من خوب لباس مرتب در شایستگی روز جهانی کارگرم پوشیدم، با خانواده خداحافظی کردم و راه افتادم که برم برای استودیوی تلویزیون انترناشنال. متاسفانه وقتی که در ایستگاه مترو میخواستم برم که یه تعدادی پله های مختلفی داره که میپیچه و FBI هم تا این لحظه به ما اعلام کرده ما برخی از تصاویر شما در دوربین های ما کور هست متاسفانه و در نتیجه نقاط کور در فیلم های بررسی شده توسط FBI هم تا این لحظه اعلام شده، چون از طریق افسرهای بررسی کننده پرونده من میتونم این رو قانونن بگم، احتمال زیاد که من به خاطر نمیارم چون حافظم رو تقریبا در این 7 روز از دست داده بودم و از امروز صبح یک کمی به تدریج به مغز من جای خودشو داره پیدا میکنه. با دیروز که در یه حالت کما بودم، پریروز که بیهوشی کامل بود، دیروز مثل بین خواب و رویا فاصله داشت حال و هوای من، امروز هم گیجی سنگینی دارم و استخونهای جمجمه من سفت و خیلی محکم شدن مثل تنه درخت و حس خیلی بدی داره پیشانی من و فشار داره میاره روی چشمهام. چند بارم آمدن اینجا چشمای منو دیدن، حالا قرار است که بیوپسی ها، آزمایش خون که در آزمایشگاه استیال بردن، بالاخره نتیجه رو بگیرن. آقای اصلو برمیگردم به پرونده پزشکی و روند درمانی شما، آیا از لحظه وقوع حمله چیزی به خاطر دارید؟ آیا یادتون میاد فردی بود، افرادی بود، یا دقیقا در کدام پله، در کدام نقطه؟ آیا اون چه که مشخص شده اسپری به سمت شما شلیک شده یا به وسیله یک اسپری گاز بیوشیمیایی به شما حمله شده؟ آیا اون لحظه رو به یاد میارین که چه اتفاقی افتاد؟ سوختگی هایی که الان ای به تدریج از پوست من بیرون زد، تاول هایی که منتشر شد در 7 روز و داروهای زیادی هم که تازه مصرف کردن، حالا این نمونه عکس هایی که امروز و شما دیدید و همیهنان من میبینن، احتمال بسیار بسیار زیادی که حمله به اصطلاح اسپری میکروبیوشیمیایی رو میده که حالت سوزاننده داشته و چون طرف ها هم دقیقا حس نمی زدن که مکان مسیر حرکت من کجا باشه، احتمالا نتونستن خوب معمولیتشون انجام بدن. من اول بگم هیچ چیزی رو دقیق به خاطر نمیارم، همه الان هم داشتم با یک پزشک و یک مأمور FBI صحبت میکردیم، دقیق به خاطر نمیارم به خاطر که یک حالت فراموشی بسیار وحشتناک رو مخ من افتاده و الان دارم سر و کله میزنم که دوباره این بخش از حافظه 7 روزم رو زنده بکنم. از دیشب عرض کردم یک کمی داره خون میخوره، مطالب رو کناره هم میذارم، تلفنامو نگاه میکنم، آدرس مثلا آدرس استودیویی که به من داده شده رو دارم بررسی میکنم، اینکه اون چه ساعتی به من زنگ زدن، چه ساعتی این بلا سر من اومده، پلیس چه ساعتی با خانواده من تماس گرفتن که من اونجا افتادم توی محوطه مربوط به اصطلاح مترو،
و حالا همه اینا رو که داریم رو هم میچینیم، به نظر میاد اگر که این حمله به این شکل انجام شده و اون اسپری که اون لحظه سوختگی تا بلا اینا خیلی هم زیاد بود، حالا عکسای و فیلمای بیشتری هم داریم، اجازه من شاید هنوز نداشته باشم منتشر بکنم، نشون میده که واقعا اینها اگه تو ریه من مستقیم میرفت خب فاجعه تمام بود دوست. و من باید میمردم. آقای اوسالو، نخستین مرکزی که خبر مربوط به حمله و حادثه تروریستی بر علیه شما رو منتشر کرد ما بودیم، خبرگزاری ایرانیان و همچنین شبکه تلویزیونی اندیشه، اما بلافاصله وبسایت شبکه تلویزیونی که شما به دعوت اونها خانتون رو ترک کرده بودید خبری منتشر کرد داله بر اینکه شما در یک حادثه رانندگی مصدوم شدید و به بخش مراقبت‌های ویژه مرکز مدیکال سنتر در بیمارستان در نیویورک منتقل شدید. مشخصا میخوام بدونم که واکنش شما به انتشار خبر مربوط به حادثه رانندگی، سانحه رانندگی برای خودتون چی است؟ آیا فکر میکنید که وبسایت تلویزیونی که شما رو دعوت کرده بود و چنین خبری رو منتشر کرد، آیا اقدام خاصی بر علیهشون داله بر تکذیب این خبری که این تلویزیون منتشر کرده انجام دادن وکلای شما یا خانواده شما؟ 100% که ما حتما اقدامات قانونی رو انجام خواهیم داد، چون این دروغی بیش نبوده، از اولم این خبر دروغ بوده، من که بیهوش بودم ولی خانواده من در جریان بودن و در حدی که توانستن در مقابل این دروغ افشاگری کردن. من اصلا ماشین ندارم که رانندگی کنم، من اصلا مسیرم مسیر ماشین رو نیست و از لوازم حمل و نقل عمومی همون که تو ایران از اتوبوس شرکت باید استفاده میکردم، اینجا هم از مترو و اتوبوس استفاده میکنم و همین دلیلم حد زدن این که من رو با ماشین ترور کنن یا ماشینم رو منفجر کنن یا بلاهای اینطوری سر من بیارن خب خیلی سخته و بعدم من محدودیت در رفت آمد دارم، زیر نظر FBI هستم از لحظه که به آمریکا آمدم و اونها میدونن این رو و همه جایی که من زندگی میکنم دوربین هست، حتی در این مسیرم که من بودم همینطور. اصلا رانندگی یک دروغ بزرگ بوده که گفته شده و کسی که این دروغ رو منتشر کرده باید مسئولیت قانونیشو بپذیره، به ذهن مردم دروغ گفته، اعتبار رسانه خودش رو زیر سوال برده و از همه مهمتر وقتی چنین دروغی رو بدون اطلاعی بیان میکنند یه نوعی شک ما میبره و وکیلای من میبره که همکنون دارن میان اینجا دوباره که چرا اینها این دروغ رو منتشر کردن و چه مستندی برای چنین دروغی رو داشتن و 100% پیگیری قانونی بیشتری خواهیم کرد. درسته. آقای اوسالو، مشخصا سوال دیگر من از شما در مورد شکافی است که پشت سرتون هست. در تصاویر هم می‌بینیم با بخیه‌های فلزی استخوان سر شما رو به هم برگردوندن. با اینکه به خاطر میگید نمیارید، اما آیا ممکنه این شکستگی به دلیل فرو افتادن بعد از حمله با اسپری از روی پله ها باشه یا با جسم سنگینی خواستن به سر شما هم ضربه بزنن؟ آیا میشه توضیحی به ما بده در مورد این صحنه که میبینیم وجود چندین بخیه فلزی روی سر شما که انگار منگنه کردن استخوان سر رو؟ بله، خب من از دیشب تقریبا به هوش آمدم و الان در هوشیاری تقریبا 80-90% هستم. اون عکسی که میبینی دقیقاً بعد از جراحی اولیه و فوری است که سر من به قول شما منگنه کردن بر اثر اصابتی که به اصطلاح کرده، حالا یا جسم سخت از پوست کوبیده شده به جز اسپری که باعث سوزاندن این چنین وحشتناک پوست من شده که این اسپری دقیقاً باعثی روبروی دهان و بینی من به نظر من میاد، شلیک میشد، اسپری میشد، ولی چون اونها من آدم اکتیوی هم پر حرکتم و رو پلم راحت آرام آرام نمیرم به دو بالا و پایین میرم، نتونستن تنظیم کنن درست در جلوی بینی و دهن من بزنن، به نظرم میاد که روی پیشونی من خورده و اون سوزش های وحشتناک رو به دست به وجود آورده که الانم میگم سخت شده و مثل کنده درخت شده پوست پیشونی من و جمجمه من و اون شکستگی پشت سر اصلا فرق داره، یعنی دو تا ضربه، یعنی دو تا اتفاق، یکی پشت سر که اون بخیه ها هست، یکی هم جلوی صورت منه که اینجور پیشانی من سوخته و اینطور متاسفانه آسیب دیگه جدیست که پیشونی داره رو چشمام فشار میاره کماکان بعد از این همه
مداوای 7 روزه، ولی روشن خواهد شد هم FBI به اصطلاح آزمایشگاهش لباسای منو بردن، تقوی من کرده بودم، نمونه های اوپویزودون سم بردن، خون من رو اونجا گرفتن، اینجا الان خب وکلا و پزشکای همراه و آزادیخواه آمدن و یک کمیته‌ای دارن تشکیل میدن که قضیه از زمانی که من دیگه میتونم از دیشب حرف بزنم جدیتر مورد پیگیری قرار بگیره و 100% خود ذهن کنجکاوم که خودم دارم و اطرافیانی که دوستان و عزیزانی مثل شما هستن هرگز منو تنها نذاشتن کمک خواهم کرد و این پرونده مافیایی که به نظر میرسه اگر که یک حمله میکروبیوشیمیایی باشه، حمله بر علیه امنیت ملی مردم آمریکا و علیه مردم ایران هست و میتونه که در سطوح بسیار بالاتری مطرح بشه و جمهوری اسلامی در جاهای سنگین‌تری گیر بیفته اگر که چنین توطئه‌ای رو سازمان داده باشه. به هر حال ما پیگیر هستیم و نخواهیم گذاشت، نه حق من تناس کرد بمیرم هم کوتاه نمیام و بارهای رو نشون دادم برای حفظ امنیت مردم ایران، نجات مردم ایران از حکومت عیولایی، نجات مردم آمریکا از حملات شیمیایی و اتحاد بین مردم ایران و مردم آمریکا. من با تمام وجود با کمک همه انسانهای شریف و آزادی خواه مثل شما، مثل دکترهایی که الان اینجا دورو برم هستن و خبرنگاران و وکلایی که دارن میان و کم کم این کمیته ملی رو شکل میدیم اینجا، یک کمیته ملی در آمریکا رو شکل میدیم چون من الان به نوعی شهروند آمریکا و شهروند ایران هر دوتا هستم، پیگیر خواهیم بود. امیدوارم که بقیه ایرانی هم که مثل شما نمیتونن چشمشون رو به روی حقیقت ها ببندن و از هیولای جمهوری اسلامی نمیتونن بگذرن، با این وضعی که در داخل ایران بستر مردم ایران این حکومت آورده، ما همین پرونده رو یکی از نقاط فشار بر این حکومت کماکان ادامه بدیم که دستشون رو بشه و جنایت علیه بشریت اونها حتی در خاک آمریکا بتونه پرونده سنگینتری رو بر علیه این حکومت در بخش حقوق بشری و جنایت علیه بشریت برملا بکنه. امید که پیروز بشیم. آمین. آقای اوسالو، ما بکنم پزشکی نفر. شما به ما اجازه مصاحبه بیشتر از 15 دقیقه رو ندادن به شرط اینکه ما این محدودیت زمانی رو برای جلوگیری از خستگی شما پیش از عمل جراحی رعایت کنیم. به ما این اجازه رو دادن که با شما از طریق تلفن گفتگوی تلفنی زنده داشته باشیم، لذا با احترام به تیم پزشکی شما و تمهیداتی که برای سلامتی و بهبود هرچه سریعتر شما به کار بستند، از شما تشکر میکنم که در این گفتگو با من همراه بودید. در ساعتهای آتی و در روزهای آتی در این برنامه و دیگر برنامه‌ها حتما باز هم در خدمتتون خواهیم بود و از روند پرونده‌ای که شما آغاز کردید مشخصا و معیناً با خبر خواهیم شد. سالم و سربلند باشید. قدردانی میکنم. بی نهایت سپاسگزارم منصور اوسالو که از نیویورک همراه من بودید. خواهش